درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین فرانسیس فوکویاما اقتصاددان میگه که ایران به سمت نوعی انفجار درونی در حرکته در ایران انقلاب زیر پوست جامعه در حال گسترشه یک جمعیت جوان و تحصیل کرده وجود داره که خصوصا در بین زنان با ساختار قدرت محافظ کار که بر کشور حاکمه سر سازگاری نداره او میگه ایران به سمت نوعی انفجار درونی در حرکته و من مطمئن نیستم که نتیجهش چی میشه ولی وضعیت ایران به هیچ عنوان وضعیت باثباتی نیست آنها در آستانه ترکیدن هستند در همین ارتباط مشتبه خامنه ای قاتل دوباره ماشین قتلهای زنجیرهای جمهوری اسلامی رو روشن کرده و قتل امنیتی کیانوش سنجری اولین قتل حکومتی رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر نبود و قبل از آن هم کیومرز پوراحمد و چند نفر دیگه به همین سبک و با ترفندهای جدید توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدن مسئول مستقیم طراحی و اجرای این قتلها سید یحیی حسینی پنجکی معاون امنیت سخت وزارت اطلاعات و دکتر تهرانی قائم مقام وزارت اطلاعات تمام کیس هایی که از داخل و خارج از کشور انتخاب شدند توسط اسماعیل خطیب و سید علی اصغر حجازی به اطلاع مشتبا خامنهای ای میرسند و این مشتبه که این کیس را پس از تصویب با صدور دستور اجرا برای تأمین مالی و انجام ترتیبات امنیتی به شورای عالی امنیت ملی ارسال میکنه هدف این رفتار اهریمنی رژیم جمهوری اسلامی ایجاد ترس در میان مردم ایران با هدف پیشگیری از تولد خیزشی ملیه که تحلیلگران امنیتی رژیم در داخل دستگاه های ضد مردمی بر اساس داده های مختلف آن را به خیزش نهایی و مرگبار جمهوری اسلامی تحلیل کردند و انتظار میره که پس از حملات آینده اسرائیل به مواضع جمهوری اشغالگر اسلامی در ایران به وقوع بپیونده در دوران قطرهای زنجیرهای صدا و سیمای رژیم و روزنامه های مانند کیهان و رسالت و هفته شما متعلق به حزب معتلفه اسلامی و رسانه های مزدور دیگه رژیم به مالکشی قطرهای زنجیرهی می پرداختن. حالا هم این وظیفه رو عوامل رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال و مانوتو به عهده گرفتند که در همین ارتباط مانوتو و ایران اینترنشنال از راز قتل خواننده لس آنجلسی در تهران نوشتند مهرداد نیویورک که برگشت ایران و در جریان یک آدم روبایی به قتل رسید اتاق خبر مانوتو در توییتر نوشته که هشدار محتوای دلخراش رسانه ها در ایران از قتل جعفر شریعتی که با نام مهرداد نیویورک شناخته میشه خبر میدن. قاتلان اعتراف کردن به طمع ثروت چهارهزار میلیارد تومانی او را به قتل رسوندن. آرمان ملی نوشته راز قتل زمانی برملا میشه که اواخر سال گذشته سه زن جوان در تهران از مرد و زن جوانی که نطفه های اونا رو به صورت ای، در رحمشون نگهداری میکردن شکایت کرده یکی از شاکیان گفته بود مردی پولدار که از آمریکا به ایران آمده بود عنوان میکنه که تمایل داره در ایران 20 پسر داشته باشه تا نام و یاد او رو زنده نگه و تمامی اموالش پس از مرگ او به اونا برسه دستمزد خوبی هم ارائه میده و در بیمارستانی خصوصی نطفه های زن و مرد پولدار به رحم اونا منتقل و در این میان پنج پسر به صورت لقاح مصنوعی تولید میشن اما مدتی از زن و مرد خبری نمیشه و این زنان شکایت ثبت میکنن چرا که نگران بودن پس از تولد نوزادان رو به چه کسی تحویل بدن بررسی ماموران پلیس نشان میده که مهداد نیویورک که خواننده لس آنجلسی بوده در آمریکا همسر و دو تا پسر داشته و به ایران اومده بوده و در شمال با خانمی جوان ازدواج کرده و پس از ماجرای رحم های اجاره به صورتی مشکوک مفقود میشه گفته شده او املاک زیادی در چند شهر مازندران و ثروت زیادی در آمریکا و ایران داره در تحقیقات پلیس مشخص میشه که همسر تازه نقشی در مفقودی نداشته و جعفر شریعتی از ایران خارج نشده سپس مدرکی به دست میاد که مقداری از اموال مهداد نیویورک به نام صاحب دفتر ثبت اسنادی در تهران زده شده صاحب دفتر اسناد مدعی میشه که ملکی خریده و در دوبی به دلار پرداخت کرده اما در ادامه تحقیقات مشخص میشه که او با دختر سرایدار مهداد نیویورک ارتباط داشته گویا دختر این سرایدار بنا بوده که با مهداد نیویورک ازدواج کنه که متوجه میشه او زن دیگه ای رو انتخاب کرده پس از بازداشت سرایدار و دخترش معموران متوجه میشن که اونا دو قاتل اجیر کردن و مرداد نیویورک رو به قتل رسوندن رکنا هم گزارش داده که قاتلان اجیر شده بازداشت و اعتراف میکنن بعد از قتل جنازه رو تیکه تیکه کردن و در بیابانهای دماوند آتش زدن و حتی پلاتین هایی که در بدن او بوده رو نیز برداشتن رکنا همچنین از اینکه قاتلان جعفر شریعتی رو ده روز گروگان گرفته شکنجه داده و به دفترخانه برده میشه تا اموالش را به نام سردفتر منتقل کنه نوشته و اینکه قاتلان از ترس لو رفتن تصمیم به قتل میگیرن نوزادهای رحمهای اجاره ای نیز در نهایت به مادرشون یعنی همسر دوم و اهل شمال تحویل داده میشه حالا باید به موین گفت پاش و زود برو ایران که یک عده منتظرتن این جسد بعد از یک سال پیدا شده اونم سوخته و این خبر قتل مرداد نیویورک به خاطر اموالش به طرز فجی در تهران عجیب ترین پایان یک هفته عجیب بود مرداد نیویورک یک فروشگاه بزرگ توی مازندران حوالی رویان داشت که در و دیوارش پر بود از عکس های خودش و شاید حتی باورش براتون سخت باشه ولی مرداد نیویورک طبق شواهد وقتی رفته بود ایران شده بود مرداد سیسنگان در تصویر دارید میبینید اما نکته قابل توجه اینه که چرا این خبر الان باید برد بشه مهداد نیویورک رو یک سال پیش کشتن حالا میخوان حواس ما رو از چه چیزی پرد کنن و باید به چه چیزی توجه نکنیم جان کلام این حیوان که در تصویر میبینید خاصیتش اینه که با کوچکترین تحریک حتی با تکان خوردن پارچه ای به شدت عصبی میشه و با تمام قوا حمله میکنه و شاخ میزنه بدون اینکه از خودش بپرسه ماجرا چیه و چرا این کار رو میکنم میخوام بهتون بگم فمینیست هم همینه حتی از همین گا وحشیتر و نادانتره سر ماجرای دختر رشتی اول همه پیش داوری کردن فکر کردن یکی از اون پسرا فیلما رو لو داده و همه فمینیستا واسه این خانم فاحشه دل میسوزوندن و پسرا رو فشکش میکردن یکی میگفت زن مگه انسان نیست که توقع دارید سکس نکنه بدن خودشه زن ستیزی تا کی یکی دیگه میگفت اگر دختره خودش از بین ببره از خونش نمیگذریم و این ستا نر رو پیش جنازش سر میبریم و همینطوری واکنش های احساسی خشن از افراد رو دیدیم و شاهد بودیم بدون اینکه بدونن اصل قضیه چی بوده تا اینکه گندش در اومد که خود این دختر فیلم رو لو داده و سر اینکه فیلم رو پخش نکنه اخخازی هم کرده بوده یعنی مشخص شد که در واقع ماجرا برعکس و اون پسرا هم افتادن تو دردسر و زندان و بازجویی و غیره البته منو به خبری نوشتن که خود این دختر رو هم گرفتن اینجا باز هم اول از همه این زن مقصره چرا که اگر اون فاحشه نمیرفت و اون چهار مرد بیعقل هم از سر هوا و هوس خودشون رو به منجلا به این زن نمینداختن هیچ کدوم از این جریان ها پیش نمی اومد. همیشه یک چیز فاسد بقیه رو هم خراب میکنه مثل همین زن که مثل ویروس میمونن و هر روز فیلم یکیشون داره میاد بیرون این افراد رو جمهوری اسلامی خیلی ارزون میخره حیوانات برای بقا هر کاری میکنن هدف حفظ نظام به هر شکل و قیمتی آن هم در شرایطی که بوی رحمان رژیم فاسد جنایتکار بد جوری بلند شده که با مصاحبه اخیر رضاشاه دوم و اعلام رهبری بی بی سی فارسی هم این مصاحبه را با نام شاهمون پخش کرده و این نشان میده که جمهوری جنایتکار تروریستی به پایان عمر کثیف خودش رسیده و در انتها همانطور که میدونید تنها حامی کانال شما مخاطبین گرامی هستید لطفاً با لایک و کامنت از کانال خودتون حمایت کنید. در ضمن از دوستان نازنینی که با تعداد کامنت بالا از کانال حمایت میکنن یک تشکر ویژه دارم مثل هلنا، آنشان، موه، آناهیتا و ارفان و یک تشکر ویژه از لیدای نازنین که با سوپرتنکس از کانال خودش حمایت مالی کرد. مرسی که هستین. پاینده ایران جاوید شاه تا و زنده باد رضا شاه دوم بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.